رژیم آخوندی موضوع حمله شیمیایی به دانش آموزان دختر و بعد هم برخی دانش آموزان پسر و برخی خوابگاه های دانشجویی رو با ضد نقیزگویی های قابل توجهی همراه کرده. روزهای اول از گاز سمی و حمله شیمیایی در رسانه های حکومتی صحبت می شد. مقامات رسمی هم در سکوت بودند. برای بررسی همین موضوع که واقعیت چیست در پس این پرده همراه هستیم با آقای دکتر یوسف لسانی از ایتالیا. آقای لسانی خوش اومدید، شبتون بخیر. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در خدمتتون است. خواهش میکنم، ممنونم. درست از روز 15 اسفند که خامنه‌ای به صحنه اومد و مجبور شد در واقع موضع بگیره در این رابطه، مقامات حکومتی بیانیه‌های رسمی به کلی منکر وجود گاز شیمیایی و اینجور چیزها شدن و میگن سم نبوده، محرک بوده، چیز مهمی نبوده و اینجور حرفا. بالاخره این پدیده که سم نیست ولی اعصاب رو از کار میندازه چی میتونه باشه به طور واقعی؟ بله، اگر اجازه بدید من یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم که بعد به این تناقض‌گویی که یکی از خاصیت‌های ویژه این رژیم ضد بشریه یه اشاره مختصری هم داشته باشم. همونجوری که همه میدونیم مصون کردن زنجیره‌ای دختران دانش آموز از روز 9 آذر ماه از هنرستان نور در قم شروع شد و بیش از 3 ماه که ادامه داره و خیلی از دبیرستان‌ها، دبستان‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و شهرها و استان‌ها رو مورد هجوم قرار داده. اون چی که از عوارض و حالت‌های مصدوم شدگان برمیاد و اون چیزی که تا به حال بعضی از پزشکان و پرستاران فداکار از مراکز درمانی و اون چیزی که بعضی از پدر مادرهای این دانش آموزان مصدوم شده گفتن، حاکی از اینه که از گازهای سمی با ماهیت شیمیایی جهت مصدوم کردن این دانش آموزان دختر استفاده شده و این مصدومیت زنجیره‌ای و گسترده دختران دانش آموز و خوابگاه دانشگاهی عمدی و سازمان یافته است و کارگردان اصلی اون هم خود خامنه‌ای خلیفه ارتجاع قاتل و کودک کشه، چرا که در این 43 سال یک سابقه ننگینی داره و این بار اولی نیستش که برای مثال سرکوب سیستماتیک آزادی خواهان، قطعهای زنجیره‌ای، اسید پاشی به چهره دخترها و خانمها در خیابانها، زدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران و دوران پاندمی ویروس کرونا که به بنا به آمارها و گزارش‌های ستادهای سازمان مجاهدین خلق ایران از داخل ایران بیش از 500,000 هموطنان بیگناه و بیدفاع ما رو به کوره های مرگ ویروس کرونا برده. حالا میایم برمیگردیم به انبوهی از دروغگویی، کتمان، انکار و واکنش های ضد نقیزی که روزمره از خود خامنه ای تا پایین ترین سطوحشون میگن. من چند تا نمونه براتون میارم که مشخص میشه که چقدر اینا تناقض‌گویی میکنن. روز دوشنبه 15 اسفند خامنه خلیفه ارتجاع بعد از 3 ماه سکوت میاد اینجوری میکنه که گاز شیمیایی در کار نبوده و گاز سمی هم در کار نبوده، مواد تحریک کننده ای رو وارد مدارس کردن که حال یه سری از دانش آموزا خراب شده و گویا یه عده‌شون هم شناسایی شدن و دستگیر شدن. یعنی همه چیز دیگه حل شده، تموم شده، رفته. ولی پاسدار وحیدی که وزیر کشوره مدعی شده که این اتفاقی که برای دختران دانشجویی افتاده از حجم نگرانی و تشویش و اضطراب‌هایی که در داخل کلاس و مدارس به وجود اومده شده. اما وزارت کشور در تلویزیون حکومتی 16 اسفند در بیانیه دوم خودش همینو تایید میکنه که این مسمومیت‌ها فقط یک سری حالت‌های مضطرب کننده و تشویش و دلواپسیه که دختران دانش آموز بهش مبتلا شدن و راهی بیمارستان شدن. اما در بیانیه سوم
خود همین وزارت کشور از گزارش از ایرنا میگه که یکی از اعضای تیم مصموم کننده از طریق فرزند خود گویا مواد تحریک کننده را وارد مدارس کرده که دختران دانش آموز را مصموم بکنه، بعد فیلم برداری بکنه، بعد به تلویزیون های معاند بده. ولی ایسنا 16 اسفند از وزیر آموزش و پرورش که دقیقاً یه مورد خیلی کلیدی هم که میتونه باشه در این جریان، اومده گفته که بر اساس نظرات متخصصان از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران منشأ ویروسی میکروبی بررسی شده و نتیجه منفی بوده. خب پس اگر نبوده، ویروسی نبوده، میکروبی نبوده، پس چی بوده؟ از یه طرف دیگه خیلی مهمتر 15 اسفند محمد حسن آسفری که یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب بررسی علت این مسمومیت ها هستش، خیلی جالب اومده گفته آزمایش های مختلفی برای شناسایی نوع مسمومیت در حال انجام هست، یعنی پس مسمومیت وجود داره، تا علت مسمومیت مشخص شود. تا کنون اطلاعات خاصی به دست نیامده که بر اساس آن مشخص شود که نوع سم چه بوده. یعنی سم بوده ولی دنبال نوع سم میگردن. درسته. با اینکه این اقدامات از چند ناحیه صورت گرفته، مسمومیت در برخی موارد به دلیل انتشار گازهای خاصی بوده، پس یعنی گازهای سمی هم بوده که متفاوته. بلافاصله رسانه شورای عالی امنیت اعتماد آنلاین 16 اسفند میاد میگه که بدحالی دانش آموزان در بعضی از موارد از سر بازیگوشی بوده، یعنی دختران دانش آموز خودشون رو مسموم کردن که تلویزیون و یه سری رسانه‌های معاند بیان بگن که دختران دانش آموز مورد حمله شیمیایی گرفتن. توجه میکنید که تمام این واکنش ها در جهت کتمان، انکار، کوچک نمایی و بی اهمیت جلوه دادن این اعمال ضد بشری و ضد ایرانی این رژیمه که به خیال خودشون میخوان سد ببندن جلوی قیام ها، دقیقا مثل همون دوران پاندمی ویروس کرونا که خود خامنه خلیفه ارتجا کتمان میکرد، انکار میکرد و اون موقع حسن روحانی رئیس جمهور خودش این خط خامنه‌ای رو ترویج میکرد و پیش میبرد. حالا چی شده؟ حکومت آخوندی از ورود این موتور محرک پرانگیزه دختران دانش آموز، دختران دانشجو در قیام ضربه خورده و حسابی ترسیده، به خیال خودش دست به یه همچین اعمال ضد انسانی میزنه که این نیروی محرکه رو منفعل بکنه، مدارس رو ببنده و اینا رو خانه نشین بکنه، ولی کار از این کارها گذشته. درسته. دکتر احسانی، فقط سوالم اینه که آیا این گازها، این مواد شیمیایی، حالا چه شیمیایی باشه چه میکروبی باشه، عوارض ماندگار و دراز مدت هم روی دانش آموزان داره یا نه؟ اینو از بابت بیشتر پزشکی و تخصصی سوال میکنم، چون فکر میکنم اونجوری که حداقل پزشکان میبینن یا تشخیص میدن، این فراتر از فقط یک سری محرک هست. مشخصه که حتما دقیقش رو نمیدونم، ولی گازهای در واقع خاصی باید باشه که این کارو میکنه. آیا گاز اعصاب یا چیه؟ باید چه عوارضی میتونه روی این دانش آموزان داشته باشه اونقدری که شما میدونید یا فکر میکنید که از عوارضش دیده میشه؟ بله، اون چیزی که به تخصص من روی مواد شیمیایی و مواد دارویی برمیگرده، البته اگر ترکیبات مواد شیمیایی که اینها در این گازها استفاده کرده مشخص بشه، ما میتونیم ارزیابی های خیلی مشخصتری داشته باشیم. ولی تا همینجا که ما اطلاع داریم، از مواد شیمیایی که استفاده شده شوش ها، ریه ها، شبکه های عصبی، مراکز عصبی رو مورد هدف قرار میده. در نتیجه یه سری از بافت ها رو بهشون صدمه میزنه، نهایتا عملکرد های فیزیولوژیک یه سری اندام ها رو مختل میکنه. بنابراین این عوارض جانبی میتونه تا ماها، حتی تا سالیان در بدن باقی بمونه، به صورت این در خوشبینانه ترین حالتش به صورت تنگی نفس، تک سرفه های خفیف مستمر،
آلرژی و تیک های عصبی میتونه ادامه داشته باشه در خوشبینانه ترین حالتش. بنابراین موادی که اینا استفاده کردن چون این شبکه این سیستما رو مورد حمله قرار میده، اجتناب ناپذیره که تاثیرات جانبی نداشته باشه و در بدن برای ماها و سالها نمونه. به درستی در واقع این رو به نوعی جنایت علیه بشریت نامیدن، این کاری که الان انجام شده با به خصوص دختران دانش آموز. بسیاری دکتر حسینی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امشب و توضیحاتی که در این رابطه دادین، خیلی ممنونم. با تشکر از شما، خدا نگهدارتان. همچنین شب شما بخیر.